سلام، توی این ویدیو قراره 5 تا بازیکن رو بگم که تیم شما توی همین فصل باید به فروش برسونتشون. خب اول بریم سراغ لیگ انگلیس و قهرمان سال گذشته که اونا توی پست دروازه‌بانی مثل این که به چالش‌های برخورد. بعد از تمام شدن فصل قبل بودش که شایعات زیادی به گوش می‌رسید از اینکه ادرسون می‌خواد از سیتی جدا بشه و باشگاه عربستانی حاضرن پول خوبی بابتش به من سیتی پرداخت کنه. و خب من همون اول که این خبر رو شنیدم جی بودم که چرا که نه، بهترین موقعیت ابلها. ببین ادرسون کلاً گلریه که از لحاظ بازی با پا اصلا در یه سطح دیگه ای بین تمام گلرای حال حاضر جهان، حتی مانوئل نوئر که پدر بازی با پا و خروج از دروازه ایناست، به نظر من در حال حاضر ادرسون یکی دنیاست. ولی خب شما هیچ وقت نمیتونید روی عملکرد سیو و ریاکت به توپایی که داره به سمت دروازه سیتی میاد روی ادرسون حساب کنین. خیلی 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 کم من یادمه که ادرسون بازی رو برای سیتی با توجه به درخشش و سیواش در آورده باشه و توی سال‌های اخیرم خیلی از هوادار سیتی اصلا دل خوشی از ادرسون نداشتن، چون خب کار با پا برای گلر مطمئناً اولویت اول نیست. حالا شاید برای پپ با توجه به فوتبالش اولویت هم فرق کنن، ولی توی هوادار ساده که داری میبینی میگی لامصب توی سیو موفق تو هر بازی نداری، من برای چی بعد از تو خوشم میاد به تو اعتماد کنم؟ و خب با توجه به سن و سالی هم که ادرسون داره الان 30 سالگی رو داره رد میکنه این دروازه‌بان، و با توجه به اینکه تیمای عربستانی هم خب خیلی منتظر یه گزینه نمونن، ماشاءالله انقدر پول دارن که میتونن برن هر کس دیگه یو مخشو بزنن. به خاطر همین و با توجه به گزینه دیگه هم که تو بازار هست، مثلا به نظر من اونای سیمون قشنگ فیت تیم پپ من سیتیه و خیلی به نظرم میتونه به کمک این تیم بیاد. قیمت بالایی هم آنچنان نداره و با فروختن ادرسون با یه قیمت خیلی خوب به عربستانی‌های پولدار اونا میتونن به راحتی یه جایگزین عالی و چندین و چند ساله برای دروازه تیمشون پیدا کنن. به خاطر همین اگه من جای مدیر سیتی و پپ بودم همین فردا آقای ادرسون رو میفروختم به الاتحاد و النصر و فلان و بسار. اما بریم سراغ لالیگا و اولین تیمی که قراره یه بازیکن ازش به فروش برسونیم و بارسلونا رو قرار بررسی کنیم. خب بارسلونا میتونیم چندین گزینه داشته باشیم که من واقعا میتونم درک کنم که هوادارهای بارسا چقدر دوست دارن این بازیکن رو به فروش برسونن. احتمالاً اولین اسمی که تو ذهن همه بیاد، شاید حالا این چیزی که من فکر می‌کنم، رافینیا، بازیکنی که حدوداً 2 سال پیش اومد به بارسا یا قهرمان لالیگا با این تیم کسب کرد، ولی خب هیچ موقع اونجوری تو دل هوادار بارسا نتونست جا باز کنه. شاید چون حالا نمیدونم انتظاراتشون از وینگرهای بارسا که سال‌های اخیر دیده بودن خیلی بیشتر برده بود و کارو سخت‌تر کرده بود برای رافینیا. کلاً هم رافینیا واقعاً بازیکن مزخرفیه، از همون اول هیچ جوری تو کتم نرفت که این چرا داره توی تیم مثل بارسلونا بازی میکنه. اما بازیکنی که من از بارسا انتخاب کردم و اگه جای مدیر این تیم بودم همین امسال به فروش میرسوندمش، ایلکای گوندوغانه. خب اما چرا سجادتون شما فکر میکنید که گوندوغان باید به فروش برسه؟ دلایل خوب و موجه براش دارم. اول از همه میدونیم که بارسلونا توی شرایطیه که به هر دری میزنه چند میلیون یورو پول بیشتر به جیب بزنه. اونا سال قبل ایلکای گوندوغان رو با یه قرارداد آزاد بدون پرداختن مبلغی به باشگاه منسیتی آوردن به تیمشون. این بازیکن در حال حاضر 33 سالشه و توی تیم بارسا جایگزینای واقعا خوبی برای آینده بارسا توی همین پست گوندوغان هستن. اونا پدری رو دارن، گاوی رو دارن، فرانکی دیونگ رو دارن، بازیکنای جوان‌تری مثل فرمین لوپز و پابلو توره رو دارن که هر کدوم از اینا استعدادهای ناب فوتبالن و مطمئنن میتونن توی سال‌های آینده جای گوندوغان رو پر کنن. و خب با توجه به اینکه 2 سال دیگه از قرارداد گوندوغان توی بارسلونا مونده، اونا میتونن با مبلغ نسبتا خوبی با توجه به شرایطی که دارن این بازیکن رو به فروش برسونن. و اونجوری هم که توی خبرها من آخرین بار دیدم و شنیدم، گوندوغان هم همچین بدش نمیاد که از بارسا جدا بشه، چون اگه باز یه پیشنهاد مالی خوب از ترکیه، از عربستان اینا به دستش برسه، میتونه سال‌های آخر فوتبالش پول خوبی توی جیب خودش بذاره و از لحاظ حقوق دریافتی خیلی بیشتر و بهتر بشه وضعیتش. و اینم بگم اگه وضعیت بارسا نرمال بود، اونا نیازی به پول بیشتر و این چیزا نداشتن، احتمالاً منم موافق بودم که گوندوغان توی بارسا بمونه تا آخر قراردادش هستن. ولی خب با توجه به شرایط الان بارسا، به نظر من فروش گوندوغان بیشتر به نفع بارسا تا اینکه این بازیکن توی این تیم بمونه. بچه‌ها یادتون نره توی گپ تلگرام که لینکش توی دیسکریپشن هست حتما عضو بشید. اگه تا اینجای ویدیو هم خوشتون اومده لایک و ساب و زنگوله فراموشتون نشه، دوستتون دارم. بریم سراغ ادامه ویدیو. حالا بریم سراغ فوتبال آلمان و بایرن عزیزم و بازیکنی که به نظر من این فصل حتما باید به فروش برسه و من خودم دیگه اصلا دوست ندارم توی بایرن ببینمش،
ماتیاس دلیخته. خب اینو احتمال میدم خیلی از بایرن با هم مخالف باشن، چون من توی جو هواداری بایرن کاملا هستم دیگه. از موقعی که شایعات فروش دلیخ به گوش رسیده توی باشگاه بایرن، همه هوادارا چه توی آلمان چه توی ایران توی کل جهان برگاشون ریخته که شما چرا میخواید این مدافع رو بفروشید؟ بهترین دفاع فصل قبل ما بوده. آقا کجای بهترین دفاع فصل قبل ما بوده؟ من هایلایت عملکرد ماتیاس دلیخت رو که سال قبل یادم میاد، بازی سوپرکاپ آلمان جلوی لایپزیگ قشنگ تیمو بی‌شرف کرد. یعنی جوری که دنیل ما اینو جلوی 70,000 نفر و میلیون ها بیننده تلویزیونی بی‌شرف کرد، در تاریخ فوتبال ما سابقه نداشت. ببینید ماتیاس دلیخت همین الان مشتری های دست به نقدی داره. منچستر یونایتد شایعات خیلی زیادی است که هم میخواد ایشونو جذب کنه، هم نسیم مزروعی با پیشنهاد مشترک برای جفتشون، و بایر میتونه پول خیلی خوبی از این دوتا به جیب بزنه و بزنه به زخمای دیگه‌اش. میتونه بره یه هافک خیلی خوب دیگه بگیره، میتونه بره دفاع بیاره که میگن یوناتان تای لورکوزن نمیخواد بیاره. و چجوری برای با این سود میشه آوردن یوناتان تا و رفتن ماتیاس دلیخت؟ ماتیاس دلیخت حقوق خیلی بالایی داره توی بایرن میگیره، اگه اشتباه نکنم 16 الی 17 میلیون یورو، در حالی که یه بازیکن مثل یوناتان تا حد اکثر شاید 10 الی 12 میلیون یورو توی بایرن بخواد حقوق بگیره. و با توجه به عملکردی که دلیخت داشت، من واقعا نمیفهمم دلیخت رو. طرف توی آژاکس یه دوران خوبی داشت، رفت یوونتوس، یووه فهمید از این بازیکن در نمیاد، فروختتش. توی بازی تیم ملی هلند توی جام جهانی توی یورو جفتش نیمکت نشین محض، توی هلند هم فهمیدن که از این بازیکن در نمیاد. حالا توی بایرن هم به این نتیجه رسیدن که آقا این تا اینجا رفته تو پاچمون، اینو باید بفروشیم. ایشالله یه روز یونایتد هم اینو میخره، اونا هم میفهمن که آقا دلیخت رفته تو پاچمون، اونا هم چند سال دیگه سعی میکنن به تیم دیگه بفروشنش. اما بریم سراغ ایتالیا و بازیکنی که به نظر من این فصل حتما باید جدا بشه از تیمش، من مالک این تیم نه اصلا دریغ کنه از فروش این بازیکن، ویکتور اوسیمن. خب اوسیمن رو اگه چجوری بگم، مثلا دو سه سال پیش نمیشناختین، حتما دیگه اون فصلی که ناپولی قهرمان سری آ شد با هدایت آقای اسپالتی، یه حتما آوازش به گوشتون رسیده. یه مهاجم که میگفتن شبیه دروگبا، فینیشینگ عالی داره، قدرت بدنی خوبی داره، سرعت مناسبی داره، و توی محوطه جریمه اصلا یه گرگ به تمام معناست. ولی خب امسال که از راه رسید و این عملکرد ناپولی افت کرد، همینجوری بودن که اوکی بازیکنای مثل کوارتسخلیا، بازیکنای مثل اوسیمن، توی اون فصلی که همه ناپولی خوب بود، اینا هم به تبع اونا خوب شده بودن، وگرنه اینا اونقدری بازیکنای خوب و جالبی نیستن. و خب من با این موضوع مخالفم، چون اوسیمن از زمانی که توی فرانسه بازی میکرد توی تیم لیل بود، از همونجا نشون داد پتانسیل خودشو که مهاجم قابلیه، و توی ناپولی که قهرمان سری آ شد دیگه اوج پتانسیل خودشو نشون داد، به همه ثابت کرد که میتونه توی تیمای تاپ اروپایی بازی کنه. در حالی که ناپولی این فصل یکی از بدترین فصلهای خودش توی چند فصل اخیر هم داشت، در نهایت توی سری آ 15 تا گل زد که شما واقعا نمیتونی بگی این آمار بده. اما حالا چرا ناپولی باید این بازیکن رو به فروش برسونه؟ ببین الان در مورد ویکتور اوسیمن برای ناپولی یه ریسکای زیادی وجود داره. اول اینکه یه بند قراردادی داره اوسیمن که به راحتی هر تیمی میتونه سال بعد اون رو فعال کنه و با قیمت خیلی کمتری نسبت به امسال این بازیکن رو بخره. دومین دلیل هم اینه که آنتونیو کونته اصرار شدیدی داره برای اینکه لوکاکو رو برای تیمش جذب کنه، و خب خیلی بعیده که آنتونیو کونته بخواد با استفاده از دو مهاجم توی این فصل بازی کنه و اوسیمن و لوکاکو رو فیکس بازی بده. از اونجایی که سابقه خب نشون داده لوکاکو و کونته مثل اینکه همو خیلی دوست دارن و جفتشون هم روی همدیگه خیلی حساب باز میکنن، به خاطر همین الان که فرصتش هست و با توجه به اینکه عملکرد اوسیمن این فصل یه کمی افت داشته و ممکنه باز همین این افت بیشتر بشه و قیمتش بیاد پایین تر از چیزی که هست با توجه به اون بنده، و در حالی که تیم مثل پی اس جی که خب معروفه به اینکه الکی همیشه خرج میکنه و قیمت خیلی بالایی برای بازیکن‌ها میده، الان مشتری دست به نقد اوسیمنه، به نظر من فروش اوسیمن و جایگزین کردنش با لوکاکو که سابقه خیلی درخشانی با کونته داره و احتمال خیلی زیاد توی ناپولی باز هم جواب خواهد داد، میتونه بهترین گزینه برای مالک باشگاه ناپولی آقای دی لورنتیس باشه که این بازیکن رو به فروش برسونه. حالا بریم سراغ آخرین تیم، رئال مادرید. کدوم بازیکن باید از رئال جدا بشه این فصل؟ سر اینم احساس میکنم یک کمی بحث و جدل داشته باشیم توی کامنت ها که تو چی از فوتبال میبینی، تو چه خری هستی نظر میدی، ولی انتخاب من از رئال مادرید برای جدا شدن از این تیم رودریگوه. فکر کردی میخوام بگم مندی ها؟ نه، مندی آندرریتد بنده خدا، تو زمین همیشه کارشو خوب انجام میده، اینو بچه آدم دفاع میکنه، چی میخوای دید؟ دفاع چپ خوبیه. اما چرا رودریگو باید از این تیم جدا شه؟ ببینید
در حال حاضر ترافیک خط حمله رئال یه چیز عجیب غریبه، یعنی شما امباپه رو داری، وینیو داری، رودریگو داری، ابراهیم دیاز رو داری، آردا گولر هم میتونه اونجا بازی کنه، انریک هم اومده و کار برای مهاجمای رئال بجز امباپه و وینی به نظر من برای بقیه خیلی سخته. حالا به نظر من همه شما با من موافق باشید که رودریگو بهترین پستش مهاجم نوک یا وینگر راست نیست، وینگر چپ، جایی که ما بارها توی فصلهای گذشته دیدیم رودریگو موقعی که وینیسیوس نبوده بهترین عملکرد خودش رو ارائه داده. همین فصل قبل که یه مقطع وینیسیوس اوف کرده بود، مصدوم شده بود، وینی اونجا بود، وینی که رودریگو اونجا بازی می‌کرد، واقعا عملکرد خیلی درخشانی داشت و اواسط فصل گذشته یه تنه رودریگو تیمو داشت می‌برد جلو. ولی خب وقتی که امباپه وینیسیوس تو زمین باشن، تو تقریبا شانست برای اینکه توی اون پست قرار بگیری صفره. و توی وینگر راست اگه بازی کنی تقریبا نصف کارهای خودت رو از دست میدی. نمیدونم بازیکن با این اوکی راحت باشه یا چی، ولی اگه عملکردش همینجوری بیاد پایین‌تر، مطمئناً آنجلوتی مربی نیست که بشینه دست تو دست بذاره و همینجوری بهت فرصت بده. گزینه‌های روی نیمکت هستن که قطعاً میان جاتو میگیرن. حالا شما فکر کن یه بازیکن 23 ساله، یه ستاره جوان و گرون قیمت بالای 100 میلیون یورو داری که روی نیمکتت مونده. خب شما واقعا فکر میکنی پرز اینجوریه که بذار باشه رو نیمکت ببینیم چی میشه؟ حالا نداداش من، لیورپول هست، یونایتد از سیتی هست، قطعا یه پیشنهاد گنده میزن روی میز و پرز بیزنسمن فوق‌العاده این دنیا، معلومه که نمیاد راحت اینو رد کنه، قطعا میفروشه. فصل گذشته هم شاید زیادی بود از این که میگفتن امباپه دیگه قطعی شده اینا، که خب حالا توی ختم رال کی باید فروش برسه، همه دست میذاشن روی رودریگو چون توی وینگر راست بازی میکرد و اصلا نمیتونست اون کارهایی که توی وینگر چپ داره رو ارائه بده. به خاطر همین من فکر میکنم که اگه رال این فصل فرصتش پیش بیاد، بهترین گزینه براش اینه که رودریگو رو به فروش برسونه. توی کامنت ها بهم بگید که با من موافق بودید یا نه. تا ویدیو بعدی فعلا خداحافظ.